آن این روزها دید که انسانیت به معنای واقعی کلمه در وجودشون باشه. خیلی خوش آمدید مهدی جان. اولین سوالم اینه که بدون رودر بایستی و بدون اینکه بخوایم به قولی معروف تو این جایگاه مقدسی که نشستیم از هم دیگه حمایت بی خود بکنیم، تلویزیون آریامهر رو چگونه میبینید؟ آیا رضایت دارید از کارش؟ سید جان عزیزه بده من عرض ادب بکنم خدمت بینندگان تلویزیون آریامهر، و باعث افتخار منه که برای دومین بار دکتر سرکوهی من عزیزه که در واقعا در کنارشون باشم. خواهش میکنم. من یک انسان ایرانی هستم، هیچ واقعا ادعایی ندارم، فقط ادعای من میان پرستیه. تمام عمر زندگی من برای ایرانه و فکر میکنم تمام ایرانیایی که واقعا دارن از این تلویزیون حمایت میکنن و نزاگر این تلویزیون هستن دیدی غیر از این ندارن. در مورد تلویزیون آریامهر سعید جان سوال قشنگی کردین. من امروز توی سالن که نشسته بودیم به یاد روزی افتادم که هفت نفری در منظر شما، شش نفر در منظر شما دور یک میز نشستیم و خواستیم یک برنامه رو برای مردم ایران تهیه بکنیم که متفاوت باشه با اون چیزی که واقعا 30 سال مردم دارن نگاه میکنن و همش دور یک حلقه میگردن و به هیچ جا نمیرسن. این شد که و امروز که نگاه کردم اینجا دیدم واقعا گذشته 6 ماه تلویزیون آریامهر چه مسیری واقعا طی شده. این مسیر 6 ماه نیست، این مسیر 60 ساله است واقعا که شما تنها این مسیر تلویزیون رو به اینجا رسوندین که الان به نظر من یکی از پربیننده ترین تلویزیون هایی هست که از طرف ساتلایت نه در امریکا، در اروپا و داره به داخل ایران میره. و این به سادگی مؤثر نبوده واقعا. دکتر سکویی وقتی روز اول اومدن گفتن ما به ایران میریم به عنوان یک مرد میهن پرست و یه عده‌ای که واقعا خواستن کمک بکنن، این حرف رو انجام دادن. وقتی صحبت رو این میکنن که ایران رو آزاد خواهیم کرد به کمک ملت ایران، نه به کمک کسی دیگه که بخوایم واقعا ازش کمک بگیریم. تنها کسی که میتونه واقعا این رژیم رو پایین بیاره مردم ایران هستن واقعا. این تلویزیون فقط هدفش این هست که یک پل ارتباطی رو بین برون مرز و در داخل ایران ایجاد بکنه. ظرف این 6 ماه در مقایسه با برنامه‌ای که مرتب داره به طرف ایران واقعا تعفن واقعا دارن میفرسن به اونجا و به یک درب دیوار میگذرن، این تلویزیون صمیمانه داره واقعیت‌ها رو با مردم ایران داره در میان میگذاره و مردم ایران رو حس کردن که این تلویزیون تلویزیون‌های دیگه نیست و حمایتی که از این تلویزیون در این موقعیت اقتصادی داره میشه واقعا هیچ بودجه از هیچ کجا نیست. یه میهن پرست و اون ملتی که مردمی که دارن واقعا با سختی دارن حمایت میکنن این تلویزیون رو، به اینجا رسیدیم الان. الان من به عنوان یک بیننده، به عنوان یک عضو این خانواده واقعا از پرفورمنس بر اون چیزی که از این تلویزیون بیرون اومده بسیار راضی هستم. یعنی با هر کسی که من صحبت میکنم این تلویزیون تلویزیونی نیست که مردم در جاهای دیگه دارن نگاه میکنن. هدفش رو از روز اول مشخص کرده، براندازی جمهوری اسلامی. یک دونه تلویزیون شما نشون بدین که گویندش و برنامه سازش و صاحب اون تلویزیون میاد مسئله رو مطرح میکنه، جرأتش رو ندارن و این خط قرمزی که دکتر سکویی مطرح میکنه نمیتونن بگذرن و ایشون روز اول از اون خط اول گذشتن. برنامه دیگه ای که در پیش هست الان راجع بهش مقدار ممکنه صحبت بکنیم، برنامه از الان چی هست؟ الان بعد از این 6 ماه با نشون دادن حقیقت و واقعیتی که مردم ایران دارن با پوست و سخونشون دارن حس میکنن، به قدم بعدی ما چی هست؟ قدم بعدی اون گردهمایی هستش که داره برنامه ریزی میشه و با کمک مردم در برون مرز این باید انجام بشه. من به شما قول میدم انجام خواهد شد و در اون زمان بازگشت نتایج کار تلویزیون رو در اون روز واقعا به شکوفاییش رو خواهیم. مهدی جان ببین دوست من، هموطن خوبم، برادرم، ما در خارج از کشور بیایم اصلا 30 سال رو ور کنیم، 10 سال گذشته رو در نظر بگیریم که رسانه های تصویری برون مرزی به داخل کشور رفتن و به طور کلی تونستن در یک سطح گسترده آمریکای شمالی، اروپا، استرالیا، ایران و همه جا رو ماها رو به هم وصل بکنن. ما شاهد هستیم که در طول 10 سال گذشته یکی از بزرگترین اهداف رژیم اسلامی
مزدوران و وابستگان و به اصطلاح جیره‌خواران این رژیم، هدف اصلیشون این بوده که از گرد همایی و از دور هم جمع شدن، حالا اسمشو تظاهرات بذاریم، گرد همایی بذاریم، فریاد خشم ملت بگذاریم، فریاد در گلو خفه شده درون مرز رو در برون مرز سر بدیم، این رو جلوشو گرفته رژیم و با انواع و اقسام ترفندها از رسانه ها گرفته احزاب، گروه ها، سازمان های وابستش، این تظاهرات رو برده در یک ترکیب 300-400 نفری و این 300-400 نفر هم اونهایی هستن که انقدر عشق به وطن دارن که براشون مهم نیست کی بگذاره چی باشه، میخوان در صحنه باشن. ولی یک عده زیادی مهدی جان خسته شدن از این وضع. شما پارسال 22 بهمن به یاد داری که اونجا ما بودیم، اصلا مردم دنبال نوگرایی بودن، دنبال شعارهای تازه بودن، دنبال حرکت تازه بودن و دیدی صدای مردم در اومده بود، باز همون بساط، باز همون سیستم اون بالا. مهدی جان، من با شما که دائما صحبت میکنیم، یکی از اهداف ما وقتی 8-9 ماه پیش دور هم نشستیم که این رسانه رو، این سنگر رو اقدام به تأسیسش بکنیم، راهش بندازیم، این بود که ما یکی از اهداف بزرگمون این باشه که بتونیم در خارج از کشور، در همین لس آنجلس که ستاد فرماندهی سنگر آریامهر هست، ما بتونیم دست کم 10-15 هزار نفر رو که همین رسانه ها، همین سازمان های سیاسی خانه نشین کردن، اینا رو بیرون بیاریم. مهدی جان، الان تنها رسانه ای که بدون اقراق، ببین همه میگن نمیاد، خرابه، چه جوریه، ما در این اوضاع و احوال اسفناک اقتصادی که هممون، یعنی شما از یک بیزینسمن بسیار ساده تا یک دونه به اصطلاح پولدار بزرگ بیزینسش بخوای در نظر بگیری، همه دارن این سختی اقتصاد رو دارن اسم کنن. ما الان بدون اینکه ادورتایز به اون شکل معنا داشته باشه، 5-6 تا آگهی داریم، اونم 5-6 تا انسان‌های نازنین و وطن پرست در اختیارمون، ما یه چیزی نزدیک 2,700-3,000 خانواده از 10 دلار تا 100 دلار، 500 دلار، 1000 دلار ما رو دارن از صمیم قلبشون میکشن. شما خانه ای نیست که بداند تلویزیون آریامهر وجود دارد و برنامه هاش رو نبینن، توجه میفرمایید؟ و با تمام بدلسازی ها، با تمام شبیه سازی ها، با تمام برنامه های رژیم اسلامی، تلویزیون های اجاره ای 2 ساعته، 4 ساعته، 6 ساعته، این گونه مسائل، ما هر روز داریم شکوفاتر میشیم، هر روز داریم بیشتر. چرا مهدی جان؟ صحبت از براندازی و سرنگونی میکنیم، صحبت از خشم و کینه به رژیم میکنیم، میگیم زمان این رژیم تمام شده، این رژیم باید بره، هیچ چیز غیر از این نمیگیم. شعارهامون، فریادهامون، آهنگهای ملی میهنیمون، هر آنچه را که در طبق اخلاص داریم که نابودی رژیم اسلامی داریم به مردم عدیه میکنیم. ما الان مهدی جان، من از مردم خواستم، تو جریان هستی شما، ما 100,000 نفر بریم جلو کاخ سفید، برای قسم خود یک نفر جلو نیمد از این دستانه ها و سازمان ها. ما الان برای ماه مارچ 2009، همون حوالی عید نوروزمون، 24 اسفند شاید، حالا اون روز یا روز دیگه، که میخوایم در یک جای سرباز، توجه میکنید، یک مراسمی بگذاریم، باور بفرمایید هیچ یک از این طرفداران نظام پادشاهی، سازمان، احزاب، گروه ها تا به حال پا پیش نگذاشتن و برای ما دیگه مهم نیست. برای ما آن چیزی که مهم است مردمی هستند که در درون خانه اینها رو خاموششون کردن و اینها با جان و دل میان. من میگم مهدی جان، شما مخالف این هستین که ما در 22 بهمن در تظاهرات لاغر 100 تا پرچم حکومت اسلامی رو با آتش بکشیم. سعید جان به من اجازه بدین، خواهش میکنم، یک تصویر بازتری داشته باشیم برای 22 بهمن یا برای گرد همایی. 30 سال تقریبا 22 بهمن اجرا شده و میدونیم بعضیش به چه صورت در اومده، واقعا مسخره است. یعنی آدم بهش نگاه میکنه میگه این مخالفان رژیم هستن و این چیزی که جمهوری اسلامی میخواد. شما 300 400 500 نفر بیارین و بعدم هر کدوم برن، به قول شما یا به قول من اغلبشون هم آدمای مسنی هستن که بعضی وقت ممکنه یه فان درودم به شرفشون که میان. واقعا ما بحثی با اون نداریم، ولی مسئله الان به جای رسیده که موقعیت جمهوری اسلامی در وضع بسیار بدی قرار گرفته، از نظر اقتصادی، از نظر بین المللی، از نظر داخلی، و این سیب پوسیده آماده افتادن هستش و تمام عوامل جمهوری اسلامی در رسانه‌های
گروهی، در مطبوعات و هر کجایی که وابستگی دارن سعی دارن میکنن سیب رو به درخت نگهش دارن. درسته. و این درخت که تکون خوردن میخواد. با 500 نفر جلو فدرال بیلدینگ جمع شدن به عنوان